ببینید من میخوام یه خود صریح صحبت بکنم، بفرمایید. اینم که یه بخشش هم بگذارید به حساب جوان بودن، عیبی نداره آقایان مسئول بگن جوونه داره این حرف رو میزنه. فرهنگ تبرج زمانی به وجود میاد که الناس علی دین ملوک، وقتی ببینن آقا مسئولین یک کشور خونه هاشون الان یه آقایون رو بررسی بشه ببینن خونه همه بالای اتوبان همت، عمدتا اینطوره. شما یه رهبر انقلابی که اینا خونه هاشون ویلاهاشون ویلاهاشون جدا، برای یک ویلای فرد برای اینکه جادهش درست بشه کل آسفالت کردن کشیدن اونم کجا، زمستون کل شهر قفل شده، مسیری که این آقا از ویلاش می اومده به سمت شهر تنها مسیر با جاده تهران قم بسته بوده، این یه مسیری که از غذا کوهستانی باز بوده، صد مدل نمیدونم مثلا عبا و عمامه و نمیدونم قبا رو رگال کردن با لباس پیغمبر، این نیست 20-50 مدل نمیدونم کت شلوار، هر دفعه باید آقایون با یه رنگ ریشی شما یه جای ببینی، خونه ها کجا 50 میلیارد 40 میلیارد، اینو مردم تحمل نمیکنن. ما نمیتونیم بگیم نیست، این واقعیت نداره، این دروغه. خب و بگیم که آقا نیست، شما ان شاءالله درسته همه چی، این نیست. وقتی این اصالت تورط شکل گرفت مردم هم به اون سمت، پول نداره ای بنر بولم شازن لباس دست دومیا میرم میخرم میگم منم فلان برند رو دارم سرم میکنم. اما اگر ببینن که مسئولینشون، من اینجا برای میخوام این کارو بکنم، حالا هر چی میخواد بشه بشه. خب من راجع به زندگی رهبر انقلاب سر نکات میخوام بگم و میدونم هم برای من هیچ سودی نداره، یعنی جز این که باز یه حجمه رو علیه خودم درست بکنم، هم از اون جماعت سکولار و هم از جماعت به ظاهر انقلابی که میدونه دیگه، چون اینا رو وقتی بگی شما شاخص درست میکنی، وقتی شاخص درست میکنی مردم مطالبه میکنن، کار سخت میشه. کار سخت میشه. یه نکته رو بگم، اولا من ایشون رو هرگز از نزدیک تا الان ندیدم و به این شبهای مقدس سوگند میخورم، بنام هم از گفتن این حرفای نیستش بخوام ایشون از نزدیک ببینم. خب یعنی بگن آقا اینجوری گفت که مثلا برم، نه خب عمو پورنگ میتونه ایشونو ببینه، کسای دیگه میتونن ببینن، هیچ جلادی نداره، بچهای انقلابی همیشه باید پشت در باشن. این یک نکته. نکته دوم این که من اینو میگم چون روم نمیشه فردا میرم جلو حرم امام رضا وای میستم نمیتونم سلام بدم، جلو قبر اون شهید وای میستم نمیتونم فاتحه بخونم، امروز باید اینو گفته بشه. اگر گفته نشه فردا روزی برمیگردن تو تاریخ میگن آقا علی رو توی مسجد کوفه زدن، میگه مگه علی نماز میخوند؟ وقتی مزخرفاتی مثل اون چی بگم لاتایلاتی که مخمل باف اومد ساخت، چرا برخی تو جامعه باور میکنن؟ برای اینکه دی نگفتن. انتظار داری رهبر انقلاب بلند شه بیاد مثلا پشت تریبون بشینه بگه که آقا من زندگی اینطوره ها، بعد بریم بگیم آقا اجازه میدید ما بریم بگیم شما صدقه مثلا میدید؟ نه آقا معلومه میگه نه. چیز واضحه، مگه من شما میذاریم برن بگن که ایشون بگذاره بگن؟ من مفصل وقت گذاشتم راجع به مسئله و خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم و یک سری چیزا برای من مسجل شده. به برخی من گفتم چرا نمیگید، گفتن آقا برای چی بگیم اینا، شاید مردم باور، شاید مردم باور نکنن، خیلی از این مثلا فکت بیرونی داره، صدای اون طرف آبیا در اومده، نه یک ریال حقوقی از جای میگیرهشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوق نجومی بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنهشون، زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلال داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه، بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهدی میرن جایی بلیط حساب میکنه، ماشین هایی که در خدمت رئیس جمهور نماینده مجلس ها شورای شهر ها الان هر کسی یه راننده داره برای خودش، خب پول اینها، پول ماشین ها، هزینه استهلاک اینها رو ماهانه حساب میکنه تو پاکت پرداخت میکنه، یک ریال از اینا. من نمیگم آقای نجات زمانی که مسئول ولی امر بود ایشون اومد مصاحبه کرد و آقا وقتی من رفتم اونجا ایشون گفتش که ماشینا چیه اینجا قطار کردن، همه رد کن برن. ببین اگه میشه همین پیکان ضد گلوله کرد، از اون طرف هم میدونه که چی جان این رهبر انقلاب یک بحث شرعی هم داره، یه حق الناس یه حق اجتماع هم هستش، این هم باید حفظ بشه. اگه میشه همین رو ضد گلوله کرد، گفتن آقا نمیشه، مگه میشه پیکان ما میزیم سبقتی بگیریم اتفاقی بیفته تو جاده؟ یعنی به اون حد اقله یک مدل غذا فقط. همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روزی، ایشون میگه شما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ یه حالا یه ظرف حلوا درست میکنن 3 روز یه حلوای توی یخچال بشه، رهبر یه کشور بره از همون حلوا غذا. بعد شما از این طرف عکسای میاد از سفره‌های آقایون که این قشر مستضعف وقتی میبینه جگرش میسوزه، میگه اه من باید تا انقلاب وایستم من رأی بدم که تو این کارو بکنی؟ نمیتونه. ببینید ظلم علی السویه بر برخی این عدل میشه، میگه اگر گرسنگی هممون، اگر سختی هممون، خدمت شما عرض بکنم میان به ایشون میگن که آقا این گاز سه شعله قدیمی، این گازای قدیمیش تو روستاها هست، این خطر داره، این گاز قطع کن اسمش چیه، ترموکوب میگن، نمیدونم چی اسمش داره، بالاخره همسر شما یه ممکنه یه گاز کتری بذاره رو گاز این سر بره،
این ممکن موجب حادثه بشه. ما برگردیم چی بگیم؟ بگیم رهبر ولی امر مسلمین دچار حادثه این بودم، انفجار گاز اینجور چیزا شد. میگن آقا یه گازی بگیریم که فقط چی؟ یه اجاق گازی بگیریم که ما فقط مثلا ارزون ترین ایرانی، یه کمی رو میگیره از همین آقایینی که زباده ماتر ایشون پس میزنه، قبول نمیکنه. فرزندان ایشون میخوان توی این ساختمانهای دوره اون منطقه پاستور اون چون ساختمان بلند شده آنتنای تلویزیون خوب نمیگیره، یه از این دستگاه‌های ستاپ باکس و اینا میگن آقا یه این دستگاه بگیم شما تلویزیون خود مملکت خودمون رو دارید نگاه میکنید ببینید. الان گفت شبکه 5 گس نشون نمیداد، ایشون قبول نمیکرد. هر کدوم نفر 10000 تومان چقدر پول میذارن، یه دونه دستگاه ستاپ باکس میخرن ببرن واسه کن پشت تلویزیون، میبینن فیشش نمیخوره. اینو من از آقای زهرقامی شنیدم، نقل کنم بعد نیست که بعد از اینکه دیجیتال باکس شد در واقع شیوه دریافت آنتن، به استاد گفته بودن که ناچاریم یه تلویزیونی باید باشه که امکان پخش داشته باشه. به یک تلویزیون خریده بودن آورده بودن، آقا وقتی جو گفتن چند خریدی تو مثلا گفتم پس بدید، مجبور شدم تلویزیون رو پس بدن. گشته بودن دیگه، آمده بودن، قسم خوردن که این ارزان ترین نوع تلویزیونی است که قابلیت پخش داره، یعنی میتونه الان آنتن رو بگیره و پخش کنه. اینو آقای زرقامی هم یک جایی نقل کرده. بله شما وقتی چک بکنید انگار یک اتفاقی که 10 تا دوربین دارن حکایتش میکنن، یکی از به عنوان محافظ داره نقل میکنه، که به عنوان فرزند داره نقل میکنه، یه نفر به عنوان اون کسی که مسئول رسانه است و تقاضای اینو داره که رهبر جامعه برنامه تلویزیونش رو ببینه. خب بعد این یه شاخص چرا نباید بیان بشه؟ چرا باید امثال مخمل باف بیان مزخرفات درست کنه؟ نمیدونم کلکسیون اعصاب و پیپ و نمیدونم اسب و یک چیزای عجیب غریب جفنگیاتی، چرا؟ به خاطر اینکه که حتی فراری ها خندیدن به این ماجرا. مهاجرانی صداش در اومد، مهاجرانی گفت آقا من مخالف سیاسی هم خودم، شما میخواد مخالفت کنید درست مخالفت کنید. من همسایه ایشون بودم، یک نقطه سیاه نه خاکستری در زندگی خودش و فرزندانش نمیتونید پیدا کنید که اگر پیدا کرده بودن تو الان تو بوق کردن کردن. صدای نوریزاده که جاسوس CIA و جاسوس MI6 در اومد که آقا اینو اینطوری مقابله نکنید. خب وقتی ما یک همچین جامعه داشته باشیم، رهبر جامعه اینطور باشه، ما مردم اون موقع مطالبه میکنن. چرا اینا گفته نمیشه؟ من میذارم به حساب گیجی برخی از رسانه‌هایی که باید اینا رو بگن و مسئول این کارن. خب و پکر بودن اینها و بخش دیگه که افرادی هستن که اگر این نوع زندگی تبیین بشه مطالبه قرار میگیره. از اون نماینده مجلس هم شما سر ماجرای همین روسیه رفتن نمایندگان مجلس دیدید، مردم شروع کردن پیامک دادن به 3 تا از نماینده ها تا الان من خبر دارم انصراف دادن. ببین روسیه چیکار کنیم؟ ببین مثلا حالا یه نفر هم میتونه بگه واقعا بنا بعد بشینید رای گیری بکنن، قرعه کشی کنن که کی بره. هزار جور اختلاف اتفاقات تو مملکت میفته، هیچ کنه و دردی نداره این مجلس نسبت به اونها. خب وقتی اینها بالانشین شدن، وقتی پشت ماشینای شیشه دودی نشستن، وقتی از خط ویژه رفتن آمدن، موقعی چی متوجه میشن؟